دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه روز پنجشنبه در صدر هیئتی بلندپایه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. او ضمن ادای احترام به مقبره سرباز گمنام با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا دیدار و گفتگو کرد. در جریان دیدار مسئولان دو کشور موافقت شد روسیه از دریافت بخشی از طلب‌های باقی مانده از دوران شوروی سابق چشم‌پوشی کند و کوبا مابقی بدهی‌اش را طی 10 سال آینده باز پرداخت کند. در این دیدار همچنین مسکو با واگذاری شرایطی 8 فروند جت مسافربری به هاوانا موافقت کرد. 3 فروند هواپیمای ایلوشین 96400، 2 فروند TU-204SM و 3 فروند N-158 به ارزش تقریبی 650 میلیون دلار به صورت لیزینگ تحت اجاره کوبا در می آیند. روابط نزدیک هاوانا و مسکو به ویژه در طول جنگ سرد و تسلیحات نظامی که اتحاد جماهیر شوروی در اختیار متحد ایدئولوژیک خود می گذاشت، نهایتاً کوبا را میلیاردها دلار زیر بار قرض برد.